توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان با اجرای دکتر تورج دریایی. برنامه شماره 5، پادشاهی پارس ها و کوروش بزرگ. با درود فراوان، تورج دریایی هستم و در این جلسه درباره پادشاهی پارس‌ها و کوروش بزرگ یا کوروش کبیر با شما صحبت می‌کنم. کوروش بزرگ و خاندان هخامنشی جزئی از قبایل پارسی زبان هستند که در حدود هزاره قبل از میلاد مسیح به فلات ایران کوچ کردند. پارسیان همراه مادها و دیگر اقوام ایرانی جزی از اقوام هند اروپایی می باشند. اولین رکورد از پارسی ها در متون آشوری پیدا شده. در حدود سال 900 قبل از میلاد، پادشاهان آشور در کتیبه های خود از اقوامی به نام پارسوماش نام می برند که در نواحی استان آذربایجان امروزی میزیستند. این به ما نشان میده که پارسیان مانند دیگر اقوام ایرانی در حال کوچ در فلات ایران بودند و شاید 100 سال بعد در استان فارس امروزی جایگزین شدند. به گفته هرودود، تاریخ‌دون معروف یونان، تعداد قبایل پارسی زبان بسیار بود و هر کدام در جنوب فلات ایران سکنا گزیدند. در میون این اقوام از کرمانی ها یا گرمانی ها نام برده شده و همچنین قبیله پاسارگاد که به هر حال در آینده نقش بسیار مهمی در به وجود آوردن شاهنشاهی هخامنشی ایفا می کنه. پارسیان در طول زمان در کوچ خود به جنوب فلات ایران با شاهنشاهی یا پادشاهی مهم ایلام رو در رو شدند و ما می دانیم که خانواده کوروش بزرگ در شهری که آن را انشن می نامند سکنا گزیدند. انشن یکی از دو شهر مهم پادشاهی ایلام بود و این دو شهر یعنی شوش و انشن در حقیقت مرزهای این تمدن بزرگ دنیای ایران باستان می باشد. خاندانی که کوروش با آن تعلق داشت هخامنشی نام داشت و هخامنش در حقیقت بزرگ این خانواده بود. ما تاریخ دقیقی از حکومت هخامنش و آمدن او به فلات ایران را در دست نداریم، ولی می توان حد زد که در حدود قرن 8 قبل از میلاد هخامنش در استان فارس زندگی می کرده. پس از او فرزندش به نام چیشپیش که در متون یونانی به او تیسپیس می گویند در استان فارس زندگی می کرده و شاید هم یک پادشاه محلی بوده. امروزه چندی از محققین خارجی بر این باورند که شاید این نام ها، چه کوروش، چه چشپش و هخامنش، ایرانی نباشند.
از یک طرف میتوان نام چشپش رو با خدای مهم هوری به نام تیشپوش مقایسه کرد و از طرف دیگر بعضی از محققین ایران شناس به راحتی توانستند توضیح دهند که این نام ها میتوانند ایرانی باشند. ولی آنچه که مهم میباشد این است که خود کوروش و خاندان او به خصوص کوروش کبیر عنوان میکنند که آنها آریایی و پارسی یعنی در حقیقت ایرانی هستند. چیشپش ما بین سالهای 675 قبل از میلاد و 640 قبل از میلاد در ناحیه شهر انشن امروزی میزیسته و همونطور که گفته شد شاید نیز بر آنجا حکومت میکرده. چیشپش همچنین پدر کوروش اول و آریارامنس میباشند. آریارامنس و کوروش اول دو فرزند مهم چیشپش هستند که یکی از آنها نیز اولین کتیبه فارسی باستان را نیز برای ما به جا گذاشته. البته بعضی از محققین بر این باورند که این کتیبه آریارامنس بعدها در زمان داریوش نوشته شده، اما خود کتیبه از آریارامنس نام میبره و کارکرد او در زمان او. این کتیبه میتوانسته به هر حال یادی از آن دورانی باشد که پارسیان پا به استان فارس گذاشته و در حال زندگی و حکومت در آن استان می بودند. همونطور که گفته شد در این میان شهر انشن شهر اصلی پارسیان می باشد و این کوروش اول است که بر این شهر به احتمال زیاد حکومت می کرده. کوروش اول کیست؟ ما نباید در اینجا کوروش اول را با کوروش بزرگ اشتباه بکنیم. در حقیقت کوروش اول پدر بزرگ کوروش بزرگ می باشد که ما بین سالهای 650 و 610 قبل از میلادی در فلات ایران می زیسته و بر آن نواحی حکومت می کرده. در سال 639 قبل از میلاد ما اولین رکورد تاریخی را درباره کوروش اول داریم و این پادشاه یا شاه آشور است به نام آشوربانیپال که در کتیبه خود در زمان حمله به فلات ایران این چنین می گوید: بسیاری از نجبا از سرزمین‌های دوردست قهرمانی مرا یافتند و شنیدند و به آن احترام گذاشتند. یکی از آنها کوروش پادشاه پارسوماش بود که پسر خود را آروکور را به شهر نینوا بفرستاد. ما نه تنها کتیبه آشوربانیپال را در دست داریم که از کوروش و یکی از فرزندانش آروکو نام می‌برد، ولی همچنین یک گلمهر نیز وجود دارد که نشان می‌دهد فردی روی اسب با نیزه‌ای در حال شکست دشمنان خود می‌باشد. کتیبه‌ای به ایلامی در کنار این عکس نام کوروش را نیز ذکر کرده است. پس ما می‌دانیم که این کوروش اول فردی مهم و به طور حتم پادشاهی محلی بوده که بر دشمنان خود پیروز شده. کتیبه به زبان ایلامی این چنین میگوید: کوروش انشنی فرزند چیشپش. پس از کوروش اول فرزند دیگر او به نام کمبوجیه به پادشاهی پارس ها رسید. دوباره نام کمبوجیه نیز یکی از آن نام هاست که محققین درباره ایرانی بودن یا غیر ایرانی بودن آن در حال بحث و گفتگو می باشند. کامبوجا که در فارسی باستان به این طریق عنوان می شده نام یک
قبیله ایرانی نیز هست که در شمال غربی هند وجود داشتند. این به خودی خود نشان میده که این نام باید جزئی از نامهای هندو ایرانی باشد که در دوران بسیار دور در زمان همجوار زیستن هندیان و ایرانیان اتخاذ شده. کمبوجیه ما بین سال 600 و 559 قبل از میلاد بر استان فارس و به طور حتم بر شهر انشن حکومت کرد. او فرزند کوچکتر کوروش اول بود و برادر او آراکو که از او بزرگتر بود به دربار پادشاه آشور فرستاده شده بود. در این لحظه ما می‌بینیم که پادشاهی آشور بر فلات ایران دست داره و در حقیقت قدرت اصلی در این زمان آشوریان می باشند. پس از مرگ کمبوجیه یا کمبوجیه اول که در حقیقت پدر کوروش بزرگ است، این کوروش است که به تخت پادشاهی می نشیند. به گفته هرودوت کمبوجیه با دختر پادشاه ماد یعنی ماندانا ازدواج کرد و از این ازدواج کوروش بزرگ به دنیا آمد. البته درباره کوروش و خانواده او چند سنت متفاوت وجود دارد، اما هرودوت یکی از اولین اسنادی که درباره کوروش نوشته شده به ما به صراحت میگوید که او از خاندانی بزرگ بوده، یعنی از پادشاهی ماد در شمال و پادشاهی پارس در جنوب فلات ایران. در حقیقت او زاده دو پادشاهی مهم ایران شهر یا دنیای ایرانی می باشد. کوروش در حدود سال 600 قبل از میلاد در شهر انشن زاده شد. او در 40 سالگی پادشاه شد و به گفته تاریخ دانان باستان در حدود 30 سال حکومت کرد. در طول این 30 سال حکومت کوروش بزرگ نه تنها فلات ایران بلکه بیشتر آسیا تحت سلطه پارسیان درآمد. کوروش در سال 559 قبل از میلاد به تخت نشسته و جایگزین پدر خود کمبوجیه شد. در این میان هرودوت باز به ما میگوید که پادشاهی قدرتمند ماد در آن زمان توانسته بود پادشاهی آشور را نابود کند و در حقیقت ایرانیان شمال فلات ایران ابرقدرت منطقه بودند. پادشاه مهم ماد در این زمان استیاگ نام داشت که به گفته هرودوت شب خوابی می‌بیند و این خواب را از تعبیر کنندگان خواب و همچنین مغ‌ها درخواست می‌کند و مغان به او می‌گویند که نوه او یعنی کوروش امکان دارد که به جای او به تخت بنشیند. استیاگ از این خبر بسیار ناراحت شده و دستور می‌دهد دختر خود ماندانا از پارس به ماد بیاید و به او می‌گوید پس از زاده شدن کوروش باید کوروش را بکشد. در این میان هارپاگوس که یک افسر مادی است دستور می‌یابد که این فرزند را بکشد. خود هارپاگوس به نظر می رسد که فرزندی داشته که در جوانی از بین رفته و برای همین هارپاگوس حاضر نیست که کوروش بزرگ را بکشد و او را به یک چوپان به نام مهرداد می دهد. به این طریق کوروش کبیر زنده می ماند و تا بزرگ شدنش در میان چوپانان زندگی می کند. بر حسب منابع تاریخی کوروش با کاساندانه یک پرنسس هخامنشی
ازدواج می کند و از این ازدواج دو فرزند یعنی کمبوجیه دوم و بردیا به دنیا می آید. همچنین سه دختر به نام آتوسا، آریستونه و رکسانا نیز به دنیا می آید. او پای تختی به نام پاسارگاد در جنوب غربی استان فارس به وجود می آورد و در سال 553 قبل از میلاد علیه پدر بزرگ خود و پادشاه ماد به پا می خیزد. همان گونه که پادشاه ماد در خواب دیده بود که نوه‌اش جای او را خواهد گرفت، اکنون خواب او به حقیقت پیوسته و این جوان پارسی به پا خواسته و به زودی این پادشاه را سرنگون خواهد کرد. طبق منابع تاریخی در زمان جنگ ما بین مادها و پارسیان، هارپاگوس فرمانده مادی به سمت کوروش رفته و ارتش او نیز با کوروش یکسان می شود. در اینجا ما می توانیم همچنین به یک کتیبه بین النهرینی نیز استناد کنیم که به نام نابونایت معروف می باشد. به گفته کتیبه نابونایت، استیاگ پادشاه ماد ارتشش را خواند و به سوی کوروش رفت. کوروش پادشاه انشن بود و او را در میان جنگ ملاقات کرد. در آنگاه ارتش استیاگ به پا خواست و علیه او شورید و استیاگ را به دست کوروش سپرد. کوروش به سمت اکباتانا یعنی پای تخت ماد رفت و در آنجا هر آنچه طلا و سیم و ثروت در آن منطقه بود به شهر آنشن بیاورد. نه تنها این کتیبه، بلکه یک کتیبه دیگری به نام کتیبه سیپار در بین النهرین درباره سال سوم حکومت نابونایت این چنین میگوید: خدای بزرگ بین النهرین ماردوک کاری کرد که کوروش پادشاه انشن به پا خیزد و بر علیه مادیان بشورد. او با ارتشی کوچک توانست به راحتی ارتش مادها را شکست دهد و استیاگ را به اسارت درآورد و او را به سرزمین خود ببرد. در نتیجه ما نه تنها کتیبه بابلی و آشوری در دست داریم، بلکه منابع یونانی نیز این پیروزی کوروش را تصدیق می کند. پس از این پیروزی کوروش شروع به تسخیر تمام فلات ایران کرد. در شمال شرقی فلات ایران، پارت و گرگان و بعد ارمنستان ما بین سالهای 549 و 548 قبل از میلادی انجام شد. به گفته زنفون، یکی دیگر تاریخدان مهم یونان، این گرگانیان بودند که خود تسلیم کوروش بزرگ شدند. در آن زمان پادشاهی ایلام نیز در دست پادشاهان انشن و پارس بودند. این پیروزی‌های کوروش کبیر تمام پادشاهی‌های دوروبر ایران را به هراس آورد. پادشاهان لیدیا، ایونیا، سپارتا، مصر، بابل، سیلیکسیا، ارمنستان و کاپادوسیا در هراس بودند. بزرگترین این پادشاهی‌ها لیدیا نام داشت که پادشاه معروف او کروسوس بود که ثروتی بی نهایت داشت و در دنیای باستان زبان زده همه بود. پایتخت لیدیا ساردیس نام دارد که در سال 549 قبل از میلاد
توسط کوروش تسخیر می شود. به گفته هرودوت، لیدی‌ها کاپادوکیا را تسخیر کردند که در آن زمان جزئی از حکومت ماد می بود. در این زمان کوروش بود که از دجله و فرات رد شد و به لیدیا رفت و پادشاه آنجا را خود دستگیر کرده و به استان فارس بیاورد. او پادشاهی لیدی و آناتولی را به دست هارپاگوس، ژنرال معروف مادی گذاشت و خود به فلات ایران بازگشت. پس از آن کوروش به شرق ایران و به هند رفت و هند یا شمال هندوستان، افغانستان، قندهار، بلخ و دیگر شهرهای خراسان بزرگ را نیز تسخیر کرد. تاریخ دقیق این جنگ ها کاملا مشخص نیست، ولی بسیاری از تاریخدانان بر این باور هستند که ما بین سالهای 540 قبل از میلاد و 539 قبل از میلاد این مناطق به دست کوروش کبیر افتادند. کوروش کبیر سپس از شرق ایران و هندوستان به غرب رفت و این بار با تمدن بزرگ بابل روبرو شد. او توانست در سال 539 قبل از میلاد در شهری به نام اوپیس بابلی ها را شکست دهد و پس از 2 روز ایرانیان و پارسیان وارد شهر بابل شدند و بابلیان بدون هیچ نوع خشونت درهای شهرها به او باز کردند. ما بین سالهای 539 قبل از میلاد و 535 قبل از میلاد کوروش بزرگ توانست فلات عربستان را نیز تسخیر کند. در کتیبه‌های باستانی این افراد به نام پادشاهان چادرها نام داشتند و سپس به سمت شاهنشاهی یا پادشاهی فینیقیه و سوری‌ها تاخت و توانست تا فلسطین را نیز تسخیر کند. کوروش کبیر سپس به شرق ایران رفت و این بار در کنار آمودریا در سال 530 قبل از میلاد به دست قبایل بدوی مسقط کشته شد. جسد او را سربازان پارس به پاسارگاد آورده و او را در تابوتی زرین جای نهادند و در این مقبره لباس او، دستبند او و شمشیر او را نیز گذاشتند. این سرگذشت معروفترین پادشاه ایران و پادشاه هخامنشی است. اما اهمیت کوروش در چیست؟ آیا تسخیر تمام این نقاط می باشد؟ یا کردار، اعمال و رفتار اوست؟ در اینجاست که ما باید درباره باور او و اعمال او صحبت کنیم. در زمان ورود او به بابل، یعنی مهمترین شهر دنیای باستان، ما می‌دانیم که کوروش مستقیماً به استیگلا، یعنی مرکز مذهبی بابلیان رفت و در آنجا برای ما منشور یا کتیبه جای گذاشته که معروف به منشور کوروش کبیر می باشد. اهمیت این منشور از آن است که نشان می دهد کوروش به صورت مسالمت‌آمیز با تمام بابلیان و دیگر اقوامی که در این شهر بودند رفتار کرده است. این کتیبه که در قرن 19 یافت شده اکنون در موزه بریتانیا جای دارد. این منشور در زیر معبد بزرگ شهر بابل که متعلق به ماردوک بود جای گذاشته شده.
متن این منشور بسیار آموزنده است. بگذارید قسمتی از این منشور را با هم بخوانیم تا اهمیت کوروش کبیر و رفتار او را در قبال مردم بابل و خدای بابل را بشناسیم. ماردوک از شکوه ایشان بسیار خشمگین شد و قلمرو آنان خدایانی که درون آنها میزیستند محراب‌هایشان را رها کردند. خشمگین از اینکه او یعنی پادشاه قبلی نبوناید آنان را خدایان غیر بابلی وارد کرده بود. دل مردوک بلند پای انلیل خدایان به رحم آمد. او بر همه زیستگاه‌هایی که جایگاه مقدسشان ویران گشته بود و مردم سرزمین سومر و آکاد که همچون کالبد مردگان شده بود اندیشه کرد و بر آنان رحم آورد. او همه سرزمین‌ها را جست و بررسی کرد. شاهی دادگستر را جست که دلخواهش باشد. او کوروش شاه شهر انشن را به دستانش گرفت و او را به نام خواند و شهریاری او بر همگان را به آوای بلند اعلام کرد. او مردوک سرزمین گوتی و همه سپاهیان مادی را در برابر پاهای او یعنی کوروش به کرنش درآورد و همه مردمان سرسیاه را که مردوک به دستان او کوروش سپرده بود به دادگستری و راستی شبانی کرد. ماردوک سرور بزرگ که پرورنده مردمانش است به کارهای نیک او یعنی کوروش و دل راستینش به شادی نگریستند و او را فرمان داد تا به سوی شهرش شهر ماردوک یعنی بابل برود. او را واداشت تا راه بابل را در پیش گیرد و همچون دوست و همراهی در کنارش گام برداشت. سپاهیان گستردهش که شمارشان همچون آب یک رودخانه شمردنی نبود پوشیده در جنگ افسارها در کنارش روان بودند. منظور از این قسمت این منشور آن است که پادشاه قبلی بابل یعنی نبونید خدای بزرگ بابل را نادیده گرفته و دیگر خدایان بین النهرین و بابل از دست نبوناید عاصی شده بودند. در این میان ماردوک بزرگترین خدای بابل و بین النهرین کوروش را می‌یابد و دست او را گرفته به سمت بابل هدایت می‌کند. نتیجه این هدایت چیست؟ دوباره از منشور کوروش می‌خوانیم. ماردوک او را بدون جنگ و نبرد به درون شهر بابل وارد کرد. او شهرش بابل را از سختی رهانید. او مردوک نبونید شاهی را که از او نمی هراسید در دست کوروش نهاد. همه مردم بابل، تمامی سرزمین‌های سومر و آکاد، بزرگان و فرمانبرداران در برابرش کرنش کردند و بر پاهایش بوسه زدند. از پادشاهی او شادمان گشتند و چهره‌هایشان درخشان شد. در این قسمت از منشور ما می‌بینیم که ارتش کوروش به راحتی شهر بابل را فتح کرده و مردمش را شادمان کرده است. این خود کوروش است که در این منشور می‌گوید که شهر بابل را شادمان کرد و صلح در آن شهر بیاورد. در قسمت پایانی این منشور یک جمله است که این حقیقت را بازگو می کند. خط 36 منشور می گوید باشد که مردمان بابل شاهی او را بستایند. من همه سرزمین ها را در صلح قرار دادم. مبحث صلح با حکومت کوروش نزدیکی بسیاری دارد. نه تنها شهر بابل بلکه رفتار او در قبال دیگر اقوامی که تحت سلطه پارسیان در آمدند نیز چنین می باشد. برای مثال ما می دانیم که کلیمیان
در آن زمان در شهر بابل به اسارت در آمده بودند و این کوروش بزرگ یا کبیر بود که گذاشت آنها به سرزمین خود برگشته برای باساخته شدن معبد خود مخارج آن را پرداخته و در حقیقت دوستی جدید بیابد. اگر فقط ما منشور کوروش کبیر را در دست داشتیم، می توانست گفت که شاید آن یک پروپاگاند یا گفته کوروش باشد درباره آرامش آوردند به شهر بابل. اما کلیمیان نیز در کتاب مقدس خود به نیکی از کوروش کبیر یاد می کند. در کتاب اشعیا یا آیزیا بند 45 از کوروش این چنین یاد شده: خداوند کوروش را برگزیده و به او توانایی بخشیده تا پادشاه شود و سرزمین ها را فتح کند و پادشاهان مقتدر را شکست دهد. خداوند دروازه های بابل را بر روی او باز می کند. دیگر آنها به روی کوروش بسته نخواهند ماند. خداوند می فرماید: ای کوروش، من پیشاپیش تو حرکت می کنم، کوها را صاف می کنم، دروازه های مفرقی و پشت بنده های آهنین را می شکنم، گنج های پنهان شده در تاریکی و ثروت های نهفته را به تو می دهم. آنگاه خواهی فهمید که من خداوند خدای اسرائیل هستم و تو را به نام می خواندم. من تو را برگزیدم تا به اسرائیل که خدمتگزار من و قوم برگزیده من است یاری نمایی. هنگامی که تو هنوز مرا نمی شناختی، من تو را به نام می خواندم. این قسمت از کتاب مقدس به ما نشون میده که چقدر کلیمیان به کوروش ارادت داشته و کوروش چه کار کرده که او این چنین در کتاب مقدس جلوه کرده است. در حقیقت خدا اینجا، خدای یهود، کوروش را به نام برگزیده خود می نامد. در قسمت دیگری در کتاب مقدس در همین اشعیا گفته شده: اکنون نیز کوروش را برانگیختم تا به هدف عادلانه من جامعه عمل بپوشاند. من تمام راه‌هایش را راست خواهم ساخت. او بی آنکه انتظار پاداش داشته باشد شهر من اورشلیم را بازسازی خواهد کرد و قوم اسیر مرا آزاد خواهد ساخت. این است کلام خداوند قادر متعال. در اینجا می‌بینیم که کوروش بدون اینکه درخواستی داشته باشه عملی انجام داده که کلیمیان برای همیشه از آن یاد کنند و تا امروز نیز این عمل کوروش و ایرانیان به طور نیک در میان کلیمیان ادامه دارد. پس در اینجا ما می‌بینیم که این کوروش است که کلیمیان را رهایی بخشیده. تعدادی از کلیمیان در بین النهرین و فلات ایران باز ماندند و حتی تا امروز نیز در فلات ایران و ایران زمین زیست می کنند. در کتاب عزرا، در کتاب مقدس، فرمان بازگشت یهودیان توسط کوروش این چنین عنوان شده: در سال اول سلطنت کوروش پادشاه پارس، خداوند آنچه را که توسط ارمای نبی فرموده بود به انجام رساند. خداوند کوروش را بران داشت تا فرمانی صادر کند و آن را نوشته به سراسر سرزمین پهناورش بفرستد. این است متن آن فرمان. ما در اینجا اصل فرمان را در کتاب مقدس داریم. متاسفانه اسناد فارسی باستان در این باره در طول زمان از بین رفته است.
متن این چنین است: من کوروش پادشاه پارس اعلام می دارم که خداوند خدای آسمان ها تمام ممالک جهان را به من بخشیده است و به من امر فرموده است که برای او در شهر اورشلیم که در یهوداست خانه‌ای بسازم. بنابراین از تمام یهودیانی که در سرزمین من هستند، کسانی که بخواهند می توانند به آنجا بازگردند و خانه خداوند خدای اسرائیل را در اورشلیم بنا کنند. خدا همراه ایشان باشد. همسایگان این یهودیان باید به ایشان طلا و نقره، توشه راه و چهار پایان بدهند و نیز هدایا برای خانه خدا تقدیم کنند. این چنین کوروش باعث میشه که در اورشلیم معبد بزرگ کلیمیان دوباره ساخته بشه. پس ما در اینجا میبینیم که کوروش بزرگ یا کبیر، چه در میان بابلیان و چه در میان کلیمیان که هر کدام مذهب متفاوتی داشتند، به نیکی یاد شدند. این کارکرد کوروش است که در زمانی که در بابل است به مذهب و مردم آن شهر احترام گذاشته و در زمانی که با کلیمیان است با مذهب آنها، با خدای آنها و با مردم آنها به خوبی رفتار می کند. این مساهمت آمیز بودن کوروش و ایرانیان در دوران هخامنشی یکی از دلایل اصلی حکومت هخامنشی و 200 سال صلحی است که در این شاهنشاهی برپا بوده. حال میتونیم به کشوری یا منطقه‌ای بریم که در خارج از این شاهنشاهی و گاهی در نبرد با این شاهنشاهی بوده. منظور من یونان می باشد. از قرن ششم قبل از میلاد، از زمان پادشاهی داریوش بزرگ، ایران و یونان در برابر هم قرار گرفتند و تا آخر عمر شاهنشاهی هخامنشی گهگاه این دو تمدن با هم جنگیدند. قاعدتاً نویسندگان یونانی نباید یاد خوبی از کوروش داشته باشند. اما اگر ما به اولین بایوگرافی نویس یونانی در تاریخ یعنی زنفون نگاهی بیاندازیم، برای توصیف انسانی کامل و خوب او از کوروش استفاده می کند. کتاب او به نام سایروپیدیا یا تعلیم کوروش کتابی است درباره رفتار و اعمال کوروش و آنچه هر یونانی باید از او یاد بگیرد. برای مثال ما می‌خوانیم که کوروش یکی از احکامی را که صادر کرده بود این بود که برای داشتن پادشاهی خوب و شاهنشاهی خوب لازم نیست که فقط پارسیان بر مصدر قدرت باشند. به نظر او هر آن که می تواند کمک کند و برای پیشرفت آن پادشاهی همت ورزد باید از او استفاده شود. این دید به نظر من کاملا مدرن می باشد. در کشورهای مدرن و پیشرفته این مهم نیست که شما از چه ملیت و قوم و مذهب می باشید، بلکه آیا آدم توانمندی هستید یا خیر. کوروش نزدیک 2500 سال پیش این فکرهای خود را در کتاب سایروپیدیا عنوان کرده. مثالی که کوروش در این باب می آورد این است. می گوید مگر اینکه برای داشتن سوار نظام قوی لازم نیست که بهترین اسب‌ها را داشت. چرا باید اسب‌ها همه از یک نسل باشند؟ در صورتی که برای داشتن ارتش قوی ما باید بهترین اسب‌ها را انتخاب کنیم. همچنین برای داشتن شاهنشاهی قوی و پادشاهی مقتدر و تمدن مهم لازم است که از هر انسانی
که قابل باشد استفاده شود. این گفتارهای کوروش در کتاب گزنفون تا قرن اخیر در اروپا شهرت داشت. در حقیقت خود کوروش و اعمال و افکار او از زمان دانته در قرون وسطا در ایتالیا شهرت داشت، اما در قرن 15 شهرت او فزونی گرفت. ما با کسانی مانند جیوانی پونتانئو و افراد دیگری روبرو می شویم که کوروش را به عنوان مدل راستگویی، راسخی و انسانی کامل عنوان می کند. از همه مهمتر این ماکیاولی هستش که در کتاب خود، در کتاب پرنس، کوروش را به عنوان فردی برتر اعلام می کند. این چنین کوروش کبیر و رفتار و اعمالش در ادبیات و افکار اروپاییان و آمریکاییان جای گرفته. در پایان می توان گفت که کوروش کبیر توانست در طول عمر خود بزرگترین پادشاهی دنیای باستان را بنا کند. اما این تسخیر این سرزمین ها نبود که او را زبان زده همه کرد، بلکه آنگونه که با مردم رفتار کرد زبان زده همه شد. این شاه بزرگ در شهر خود به نام پاسارگاد شهری ساخت با باغ‌های زیبا و آب‌های روان، آنچه که بازمانده خاطره‌ای از باغبانی و کارکرد اوست. آنچه از متون یونانی بازمانده نشان می‌دهد که کوروش در زمانی که در حال فتح جهان نبود، به باغبانی و رسیدن به خانواده خود بود. این است که کوروش را یکی از بزرگترین پادشاهان دنیای باستان می کند. گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان با اجرای دکتر تورج دریایی. برنامه شماره 5، پادشاهی پارس ها و کوروش بزرگ، به پایان رسید. موزیک متن از لوریس جکناواریان. تهیه کننده herproductions.com در لس آنجلس، کالیفرنیا. در ادامه این برنامه ها از همین رسانه با ما باشید. پیروز ایران.